بسم الله الرحمن الرحيم وبه السعين انه خير ناصر ومعين اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ذللت عن ديني سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی با احترام و با افتخار در محضر شما هستیم و همراه شما در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حج آقای رسولی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین انشاءالله جور و صحت باشین درود خداوند شما ان الله ان شاء الله لله رب العالمين خب استاد محترم در خدمتون هستیم با برنامه احکام ولی قبل از اجازه دارد که به خاطر که امروز سال روز واقع و جنگ احد بود و همچنین شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی تسلیت از میکنیم به همه مؤمنین و مؤمنات گرامی و خدمت شما بزرگوار خوش میکنم هم و قبل از اینکه وارد برنامه شدیم در این مورد همین واقعه امروز جنگ و اشاده از شاده حضرت حمزه الله اگر موضوعی هست انشاءالله ما را مهمان بفرمایید و بعد میریم سراغ سوالای بسیار عالی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و السلام علی رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل هم بینندگان عزیز و همراهان گرامی در هر جایی که می باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز و شادکام باشین این ایام بر شما هم تسلیت باد امیدوار هستیم که خدای تبارک و تعالی شفاعت ائمه معصومین در رسشان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله صحابه گرام و امام زادگان انشاءالله نصیب و بهره همه من و شما الله، قرار بدهد بلی جناب حسیدی بزرگوار زمین عرض تسلیت و تعذیت خدمت شما ای دو حادثه غمبار ما بهترین منبع درباره جنگ خود اگر بخوایم بررسی کنیم خود قرآن عظیم و شهن است در قرآن حدود س... چهل آیه درباره جنگ احد جنگ احد یکی از چند جنگی است که نامش در قرآن و داستانش در قرآن آمده نامش که داستانش در قرآن آمده است و بارها شما میدانید و بینندگان عزیز ما میدانه که قرآن کتاب داستان سرایی نیست و قصه نیست اگر یک وقتی هم قصه میگه داستان نمیگه به خاطر درس هایی که ما از او داستان و قصه میتونیم بگیریم برای ما بیان میکنه و بسیار موشکافانه و بسیار با یک حالت مطرح میکنه که اگر گوش شنوا باشه عبرت صد در صد در سوره آل امران از آیه 121 تا آیه 129 و از آیه 139 تا آیه 171 و همچنین آیه 62 سوره نور مجموعا درباره داستان جنگ احد است و جنگ احد خو در سال سوم هجری اتفاق افتاد و در هفتم یا پانزدهم شوال این ثبت تاریخ شده که بیشتر معروف و مشهورتر در پانزه شوال اتفاق افتاد سال سوم هجری, هجری. و خب داستان جنگ احد بعد از اینکه مسلمانان در جنگ بدر جانانه بر مشرکین پیروز شدند و ضربه بسیار سهم این وحشتناک را به مشرکین وارد کردند بسیاری از بزرگان قریش و مشرکین را به درک واصل کردند بعد از این جریان در مکه مشرکین به تعبیر امروز بخشنامه کردن که کسی حق شادی نداره کسی حق همخوابگی با زن خودش نداره و زنان حق ندارن که از آرایش و پیرایش استفاده کنن شب. یک حالت عزادار در جامعه حاکم کردن تا زمینی انتقام مم. فراهم شد فراهم شد و شد ما وارد از قضیه نمیشیم ما میخوایم امروز سه نکتر از جنگ احد درس بگیریم برای امروز نکته اول خب ما وارد جزئیات نمیشیم دو تپه بوده که یک طرف کوه احد یک طرف کوه عینین و وسط یک در رماننده بوده و چون سپاه اسلام پشت به کوه احد بوده جلو رویش لشکر کفار بوده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این قضیه را متوجه بودند که این خالیگاه پشت ممکنه که خطرناک, باشد. باشه. از این جهت عبدالله ابن جبیر را با عده زیادی از مسلمانان موظف ساختند که این خالیگا را پر بسازند و سر کوها بالا شوند و مواظب باشند و تا کسی از این دره عبور نکنه چون اگر از این دره کسی عبور میکرد از پشت به مسلمانان خنجر میزد و به اینا توصیه کرد که در هیچ شرایطی چه جنگ اما ببریم جنگ را چه شکست بخوریم شما جایتان تکان نمیخوریم خب جنگ مغلبه شد و در حمله اول سپاه اسلام توانست با رشادت های حمزه سید شهدا امیر مؤمنان و برخی دیگری از صحابه سپاه دشمن متفرق بسازند یعنی سپاه دشمن در حال فرار شد نه. و خب طبیعی بود زمان قضیه هم که یک ادهی شروع کردن به وری غنائم او اشخاصی هم که در دره به اسرا بودند و نگهبان دره بودن ایدی از اون گفتن خب ما پیروز شدیم دیگه کلی گی دارن غنیمت جمع میکنن ما چی کنیم اینجی ایدی از اینا آمدن که غنیمت جمع کنن فرماندهشون سخن رسول خدا رو به یاد از نانداخت که دره رو ترک نکنین پیغمبر گفت در هیچ حالت شما نباید موقعیتتون ترک کنیم گوش نکردن گوش نکردن سخن پیغمبر اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر من کن گوش نکردن سخن خدا و سخن پیغمبر و بعد سخن فرمانده ای که از طرف پیغمبر اونجا چی شده؟ منصوب شده وقتی مسلمان به سخن خدای تبارک و تعالی وقعی ننهد به سخن پیغمبر گوش فرا ندهد و به کسی که فعلا از طرف پیغمبر معمور است در جامعه حاکم باشه گوش نده خود زمین شنوی میشه خب اینا آمدن برای جمع کردن غنیمت و از اون طرف سپاه کفار می قضیه را میدانیست که به هر حال از این خالیگاه یک استفاده ای داشته باشه میگن 200 سوار به فرماندهی خالد ابن ولید و اکرمت ابن ابی جهل از پشت دور زد کوی احد را و یک بار به با مسلمانان حمله مم. کرد اینا چرا اونجا جایی رو که مانده بودن در پست خود نماندن اونا کی؟ علا کردن اونجایشان و گفتیم دیگه وقتی که سپاه شرک کفار عقب نشینی, نشان کرد در حال فرار بود مسلمان ها شروع کردن به غنیمت جمع مم. کردن این میگن که دندان طمع را باید چی کشید و اینا چون دندان طمع نکشیدن با تمه از اینکه کلی که غنیمت جمع کرد ما ماندیم شروع کردن به غنیمت جمع کردن و دره از نگهبان قابل خالی اید. شد آنکه که انگیزه اش از جنگ غنیمت باشد با خبر نیست که طاعت به با اطاعت باشد یک به یک در ملع عام و نهانی رفتن همه دنبال و فلانی و فلانی رفتن خالی شد دیگه اونجا باشی. واقعا فقط و کسی که ما اونجا دفاع بل. کرد یک دفعه مسلمانان دیدن که از پشت سر به اینا حمله شد خو خب وحشت ایجاد میشه طرفی که در حال پیش است یک دفعه و هم سوارکار 200 نفر سوارکار مسلح حمله کردند به مسلمانان اونایی هم که پیش در حال فرار بودن کفار اونام که دیدن که کفار از پشت به مسلمان حمله کرده و مسلمانان در بین سپاه کفار و عدی بسیار زیادی به شهادت رسید از جمله عموی بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حمزه سید الشهدا و خب تا جایی که شما در جریان هستید دندان های مبارک پیامبر گرامی اسلام هم شهید شد یا به تعبیر شکست و زخم های متعددی به جان کسایی که پروانوار دور شمع وجود پیامبر میگشتند وارد شد که از جمله وجود ناظم امیر بیان علی علیه السلام در همی داستان ادهی به کوه فرار کردن ادی به کوه فرار کردن و جالبه که قرآن هم اینا داستان فرار کردن از اینا را به کوه میگه بله میر خدمت شما را از قرآن بخوانیم تا به اصطلاح از جیب سخنی نگفته باشیم گفتیم که در سوره آل امران خدای تبارک و تعالی در این سوره جریان این رقم نقل میکنه بله یک بله ده آیه 153 سوره آل امران صفحه 69 هش... از قرآن های عثمان تاها که اگر کسی داشته باشه میگه از تسعدونه از دنی بیاد بیارد زمانی که تسعدونه سعود میکردن میرفتین از کوه بالا لا تلوون علی احد و به کسی نگاه نمیکردن نهی که به اصطلاح کمک نکنه اینا کمک. پشت سر هم سیر اینا صحابیه صحابی که بسیار از اینا در وقت جان دوست بودن دیگه در وقتی که ایج گپ و سخنی نبودن قهرمان و به نور چشمی بودن به تعبیری اما در این روز از تسعدون ولا تلوون علی احد و به هیچ کس هم نگاه نمیکردن فقط جان شیرین گرفته بودین از کو بالا میشدین و الرسول یدعوکم فی اخراکم و پیغمبر از پشت سر شما صدا میزد ما در روایت هم داریم به نام صدا میزده پیغمبر یکه یک فلانی 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 نگرزن. چرا نگرزین خب خدا میگه این رقم است دستور پیغمبر اونجی عد نشد خالیگار خالی کردین و تمه غنیمت آلی هم در حال فرار کردن و از کو بالا شدن فعصابکم غم من به غم غم و مصیبت پشت غم و مصیبت بر شما چی شد؟ آرز شد چرا؟ لکی لا تحزنو علام آفاتکم تا به خاطر او چیزی که از دست دادین منظورش غنیمت هست غنیمت نتونیست جمع کنین جانتان گرفتین به طرف بالا فرار میکنین لکی لا تحزنو تا این ناراحت نباشین علام آفاتکم به او چیزی که به شما به او نرسیدین فاوت چه پیش شما و لا ما و نه بر او چیزی که بر شما مصیبت وارد شده مصیبت بسیار بزرگ ادهی افتادن در میدان ایده هم گرفتن به طرف به فکر خودشان, این دو تا پس نکته اول دستور پیغمبر اطاعت نشد نکته دوم در وقتی که شکست خورد مسلمان ها به جای از اینکه پایداری کنند استقامت کنند دور شمع وجود پیامبر گرامی اسلام را بگیرن و از پیامبر دفاع کنند به جای از کارا به کجا بالا شدن به کوه, بالا شدن و جالب تر که خدای تبارک و تعالی در آیه 155 امی سوره این صفحه صفحه ای طرفیش علت ای که ادهی به با کو بالا شدن و ادهی جانشان گرفتن و فرار کردن علتشه میگن میگه و خیلی جالبه و این علت ممکنه امروز بر ما پیش بیایه میگه این لذین تولو منکم یوم التقى الجمعان میگه این به درستی کسانی که پشت کردن منکم از شما یوم التقى الجمعان یوم التقى الجمعان یعنی روزی که دو لشکر به هم به رسید مراد, مراد جنگ خود است چرا این کار کردن انما استزلهم الشیطان اینها را شیطان به لغزش وادار مداشت. کرد او رقمی هم نه شیطان ده کسی که خودش یک مرضی نداشته باشه شیطان نه. کاری نداره شیطان صرف یک را را نشان بس می و رفتنش خودش است اینم از تزل لهم همانا اینا را به لغزش وادار کرد شیطان به چه علت؟ به بعض ما کسبو به خاطر بعضی از گناهانی که اینا قبل از واقعه احد انجام داده بودن یا در همون آستانه قبل از جنگ پس اینا یک کاری کده بودن یک گناه رو مرتکب شدند یک کار خلاف را کرده بودند که به خاطر این کار خلاف شیطان در روز جنگ بود بر اینا مسلط شد به جایی که از پیغمبر دفاع کنه به جایی که بمانه رای کور بالا پیش گرفتن, پیش گرفتن و بالا شدن حالا خدا میگه و لقد الله عنهم خود از اینا گذشت با آنکه در جنگ احد اسلام هزینه بسیار گذافی را پرداخت کرد مم. خیلی گزاف وجود نادرین همزه سید و شهده علیه السلام در میدان جنگ ماند مسله شد همزه یعنی قسمت های از بدن همزه را اینا مسله کردن بریدن از جمله گوش و دماغ و بینی همزه را و خوب معروف و مشهوره که قسمتی از بدن همزه را شکافتند و کبد و جگر همزه را بیرون آوردند خب اینا به اصطلاح هزینه خیلی کمی نیست هزینه اندکی نیست مم. پس ای اتفاق افتاد ولی خداوندا میگه ما پیرالمؤمنین برداشتن فیلم کنم بلی... در تاریخ, تاریخ, تاریخ نظیرش نیست, نیست؟ میگه یک به یک در ملع عام و نهانی رفتن همه دنبال فلانی و فلانی رفتن همه رفتن غمی نیست علی میماند جای سالم به تنش نیست ولی میماند مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده دشمن از کشتن او خسته شده در مونده مرد مولاست که سر تا به قدم غرق به خون آنچنانی که علی از احود آمد بیرون درود بر شما و که ان الله غفور حلیم خداوند بخشنده و حلیم و از انسان ها میگذره اما این رو برای ما نقل کرده امه. که مواظب باشین و از اتفاقات بسیار جالبی هست داری که دیگه فرصت اجازه نمیده که ما با کلیگی از بپردازیم پس ما سه تا درس گرفتیم یکی که تمرد از دستور پیامبر گرامی اسلام منجر به چه کار شد و دوم ای که ادهی بودن که فرار کردند و نکته سوم که علت فرارشان خدای تبالا بطار در آیه 155 سوره آل امران روشنی و وضوع توضیح میده که به خاطر کارهای زشتی که قبلا انجام داده بودن شیطان بر اینا مسلط شد و زمینی فرار از اینا را به طرف بالای کوه احد فراهم کرد و در تفاسیر اصلا مورد اتفاق است که بحثی که در قرآن یاد شده در مورد جنگ احد است خدمت شما ارز کنم که بسیار از این چیزا اتفاق نظری البته خب در قسمت هایی که مثلا چی شد چه رقم شد کی چند داره به اصطلاح زخم برش وارد شد کی چقدر زخم وارد شد اونایی که فرار میکردن کی بودن یک سری اختلافات هست این طبیعیه ولی که جنگ هست بله بله نه اختلاف در زمینه بلنه. نیست بله بسیار تشکر میکنم استاد محترم و من با عزیز شما پول ارتباطی رو خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما و شما عزیزان هست و میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتون برای ما رای کنید انشاءالله تا اساتید محترم پاسخگو خواهند بود خب به تایم میان برنامه رسیدیم استاد میریم به اتاق و فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما ارزان خواهیم بود با بخش دوم برنامه به وقت بیداری همراهی ما باشید خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من چه جوییم و جاستو کرا خانیم که همه تویی و جاستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم خداوند لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. سلام مجدد از میکنم خدمت شما عزیزان و سروران گرامی با بخش دوم برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم عزیزی دلمان استاد به نمبر مصبت 93 79, 4, نمبر آخر 74 سفر ایشان سوال کردن که اگر کسی در هنگام نماز نام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بشنود آیا میتونه صلوات بفرسته نه سلام مجدد خدمت سلام. شما و خدمت بینندگان عزیز در این زمینه حضرت آیت الله سیستانی ما بارها خدمت بینندگان عزیزم در همین برنامه این رساله را نشان دادیم که توضیح مسائل جامع جلد اول بسیار به صورت مبسوط و خوبش است میتونن این را تهیه کنن و داشته باشن البته در سایت حضرت آیت الله لزما سیستانی در اینترنت هم موجوده حضرت آیت الله لزما در این زمینه در احکام سلوات یعنی او قسمتی که خدمتان ارز کنم که نماز و به اصطلاح تمام میشه یا در قسمت به تعبیر سلوات که ما احکام سلوات چه رقم است در اونجا این مسئله را ذکر کرده است که ما اگر مسئله را مسئله 1338 1338 در احکام سلوات گفته هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانند محمد اللهم صلی الله محمد, محمد و احمد الله صل علی محمد یا لقب لقب منظور مصطفی یا کنیه آن حضرت را مثل ابو القاسم را بگوید یعنی خودش نعم. بگوید یا بشنود هر چند در نماز باشد مستحب است انسان چی بفرسته سلام بفرسته پس بیننده عزیز نه تنها که میتانه نه تنها که جایزه بلکه مستحب, هست. هم هست یعنی یک امر کاملا پسندیده و نیکی است که انسان حتی در ام. هنگام نماز هر جای نماز در هر حالت باشا. فرق باشه. چون بعضی هر... بعضی از ذکر استاد خودم میگه که باید در سر خط برسیم اگر بله. در حال خستن هستش یا نشستن هستش در حال سجده است میگه شاید احساس میکنه که اگر من ثابت شوم بدنم باز بفرستون بهتره ولی خب فرق نمیکنه در هر حالتی که بشنوم میتونه بله این میتونه بگه ولی خب ذکر نماز باید در های مخصوص خودش بگوید میگه ادامه میته میگه همچنین است حکم اگر کلماتی مانند رسول الله پیامبر اکرم پیغمبر خدا و مانند آن را بشنوه و بگوید که مراد از آن حضرتش باشد یا <متحدث> <متحدث> زمیری که به حضرتش برگرده <متحدث> مثلا قبلش گفتیم در باری پیامبر گرامی اسلام صحبت <متحدث> صحبت شده بعد میگیم او خوی مراد از او یا وی که ما اوغان یا از این کلمه استفاده میکنیم زیاده وی خوی این وی به کی برمیگرده؟ به مرجع زمیر برمیگرده بله مرجع زمیر که پیامبر گرامی اسلام صلی الله <متحدث> علیه و آله است میگه که به حضرتش برگردد پرگشت کند را بگوید یا بشنود اونو حکمی که در خود اسم پیامبر در لقب پیامبر در کنیه پیامبره زمانی است که این چیزها را ما بگوییم پس ما میتونیم چی بفرستیم صلوات بفرستیم بلکه مستحب یک نکته دیگر هم عرض کنم که بهتر است در مسئله 13 سی میگه میگم موقع نوشتن که ما نوشته میکنیم ام. موقع نوشتن اسم یا لقب یا کنیه مبارک حضرت رسول صلی الله, صل صل عليه الله علیه و آله مستحب از فرد یعنی نویسنده صلوات را هم به طور کامل بنویسد این اسراف نیست نه اسراف در وقت و نه اسراف در کاغذ ما دیدیم صد نوشته میکنیم برای ائمه عین نوشته میکنیم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها و کسای دیگر سین نوشته میکنیم میگه فرد سلوات را به طور کامل بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد میکند سلوات بفرسته صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل فرجه عزیز دلمان به نمبر مصبت 93 افتار 94 نمبر آخر 78 ایشان استاد چند سوال ویسی روان کرده بودن که به تعدادی از این سوال پاسخ داده شد یک سوالشان مانده و درخواست کردند که امی سوالم از محضرتان پرسان کنیم و پاسخشه شد بشنم میر پخش میکنه سوال دیگر این که اگر همه کسی مثلا فوت کنه و ما مطمئن باشیم که مال یک کسی را گرفته ده و حال ما خواهیم امور را با به امون شخص برگردنیم آیا لازمه که بگیم اه مثلا همون مجید که مال شما رو برداشت یا اگر مثلا به عنوان هدیه یا یک با یک دیگه برگردانیم آیا درسته یا ای ای؟ نه بس... بسیار کار خوبی است و ای که انسان معمول شما میره است که یک شخص از دنیا میره و سر قبر دی جای دیگه دیدین اعلان میکنه که کسی از این مجید قرض حقی اگر هست بیا و مراجعه کنه اگر او اشخاص خبر داره که میت این رقم ظلمی کرده و به هر حال مال ما رو برداشته خب اونا دلشان نسبت به این میت حق داره کی نداره میگه بله میت مال ما را گرفت و خدای رو نیاورد و از گپا خب بله اینجا قطعا ما باید خبردار کنیم طرف را که اینی مال از شما بوده سه میت یا پدر ما یا برادرم یا هر کسی ام. دیگه ای بوده اینی مال دو دستی تقدیم شما دیگه شما از خیرات سرتان این راضی باشین و از این میت بگذرین اما اگر کسی خبری نداشته و خدمت او حق کینه ای دل نداره از میت هیچ میت از این گپا خبر نداره خب این میشه به صاحب مال برگردان ولو در قالب های دیگری لازمم نداره که به او بنده خدا بگوی او آتش غضب و کینه ای که او اج نداشته نسبت به میت ای رو چیش بسازه؟ شعلاور بسازه بسیار عالی بیننده گرامی ما بر نمبر مثبت ندوسه افتاد چهار نمبر آخر سفر دو سوال کردن که آیا میشه که زکات فطره را به مصرف مسجد استفاده کنم؟ خدمت عزیز بیننده عزیز و سایر بینندگان محترم عرض کنیم که حضرت آیت الله سیستانی میگه که بنابر احتیاط واجب فقط و فقط باید زکات فطره را به مصرف فقرای شیعه برسانند چون احتیاط واجبه اگر در این زمینه مشتهد دیگری که بعد از حضرت آیت الله سیستانی در درجه در درجه یا میتونه شخص به همین فتوای به اصطلاح احتیاط واجب عمل کنه و خرج نکنه یا اگر نه مجتهد دیگه در دی این فتوا داره که او گفته مثلا میتونه در مسجد و چاهای دیگه خرج کنه میتونه از اون مجتهد تقلید کنه در همین زمینه در, در همین زمینه ای که حضرت آیت الله لازم سیستانی احتیاط چی گفتن واجب ام. گفتن میتونن به او دستور عمل کنن و اگر او گفته که در مسجد میشه خرج کنه خرج کنه و اگر نه میخواد به همین دستور و همین احتیاط واجب عمل کنه نه از نظر حضرت آیت الله سیستانی فقط و فقط باید به با مصرف فقرای شیعه برسانم نه بس استاد سوال عزیز بیننده یک سوال دیگر را به وجود میگرده که خب الان تقریبا 15 16 شوال باید باشه دیگه فرد یه زکات فطره هم سوالی هستش که خب از همین <تصف> سوالی که ماه رمضانی که گذشت یک کمی زمانی که زکات فتنه را آدم میتونه مصرف کنه میگن که او رو باید کنار بانی تا قبل از نماز اینا چقدر وقت داره که به سریع ترین وقت باید به دست نه. فقیر برسانه ولی کسی که زکات فطره کنار مانده به اصطلاح جدا کرده زکات فطره را خب ممکن یکی دو روز فقیر به دستش نباشه این سوالات هم شاید ناظر به همین سخن باشه که مثلا ممکن زکات فطره را جدا کرده باشن ولی یا باشه یا هر چی باشه یا پول باشه نه. ده جای مانده باشن حالا برش سوال خلق شده که فقیر نیست چه کنیم ما ما میتونیم به اصطلاح گیره و مصرف مسجد برسانیم حضرت آیت الله العظما سیستانی اگر در شهر نیست در شهر دیگری ما می توانیم اگر در شهر ما فقیر نباشد زکات فطره را در شهر نزدیکتر خودمون چی کنیم منتقل کنیم به فقرا بده بسیار بله بیننده از به نمبر مثبت 9277 چهار نمبر آخر 6638 شان درخواست مشاوره داشتن استاد که به خصوصیشان انجام شده و عزیز بیننده دیگر از کشور از ایمان افغانستان به نمبر مصبت نردسه 77 نمبر آخر ۶۵ ۱۶ شما سوال کردن که آیا دختر شیعه میتونه به ازدواج یک بچه یا پسر سنی در بیه خدمت تا کنم این قضیه در بحثی پیش میره که کف بودن یعنی اینا هم کف هستن یا هم کف نیستن از نظر فقه اسلامی مسلمان هم کف مسلمان است بان. یعنی مسل... مسلمان بودن این که از چه مذهبی هست یا از چه مذهبی نیست این ملاک نیست همین که یک شخص مسلمان باشه و از نظر اخلاق و چیزهای دیگر با این شخص دیگه در تراز باشه یعنی کف باشه به اصطلاح همتا باشه جایزه که این کار صورت بگیره یعنی دختر به اصطلاح شیعه مذهب میتواند به عقد ازدواج برادر اهل سنت ما در بیاید حضرت آید الله لازم سیستانی میفرمند این کار جایزه اما کراحت داره امه. این خوب نیست و در حال مشکلات پیش بله وقتی از لازم از این فاز نمیشیم که, چرا منظورش میگه کراحت است دیگه همین تو اجمالا میگیم که دو عقیده یه. دو طرز تفکره امه. ممکنه دو فرهنگ باشه بله. و حقیقتا دو فرهنگ هست. دو رسم است دو, دو رسومات است ممکنه یکی از بالا به دیگری نگاه کنه دیگری به دیگری مثلا خرد ببینه شاید خانواده ها با, با هم, هم میگه کراحت داره, داره. این که میگه کراحت داره در دا فرضی است که به اصطلاح خطر تغییر مذهب درش نباشه یعنی این سر جای خودش هم رقم شیعه مذهب و او سر جای خودش اهل سنت و جماعت باشه و مذهب هم دیگرم کار نداشته باشه و به با قضیه تحمیل و این قضایی پیش نمی ولی اگر ترس از این است که به اصطلاح تغییر مذهب ممکنه پیش بیاد تحمیل ممکنه شوه مذهبی یکی بر دیگری میفرمایند که حرام است نباید این ازدواج صورت بگیره بسیار عالی بیننده از من به نمبر مثبت 93 و 4 نمبر آخر 52 32 ایشون یک طرح دعوای حقوقی را داشتن که با ما در میان ماندن و به صورت مفصل الحمدلله راهنمایی شدن و به خصوصیشان پاسخ داده شد و بیننده دیگر ما از جمهوری اسلامی ایران به نمبر مثبت 98 933 چهار نمبر آخر 272 ایشان سوال کردن که ما شنیدیم که اگر در سر نماز کسی کدکی را بغل کنه نمازش باطل نمیکنه مورد بطور نمازش نمیشه آیا مطلب صحت داره یعنی خدمتتون عرض کنم که این بیننده عزیز و بینندگان دیگه هم ممکنه این سوال برشان باشه این مطلب را حضرت آیت الله العظمی سیستانی در او جایی که به اصطلاح او چیزایی که منافی با نماز خواندن یعنی صورت نماز خواندن به هم میزنه مثل خندیدن و خوردن و آشامیدن و به هوا پریدن و جاهای دیگه در اونجا چی میکنه مطرح میکنه که ما ایران برای از بیننده عزیز میخوانیم تا ان که قضیه برش کاملا چی شوه روشن شوه این مطلب را حضرت آیت الله سیستانی در مبتلات نماز یعنی چند چیز نماز باطل میکنه از جمله مثلا گفتیم که خندیدن گریه کردن برای دنیا آمین گفتن دست روی دست گذاشتن مثل برادران اهل سنت از نظر ما اینا کلیگی به اصطلاح باطل مبتل. کننده نماز یا مثلا از قبله برگشتن از قبله و سخن گفتن تکلم کردن در مبتل یعنی باطل کننده نهم این قضیه را ذکر میکنه در مسئله 1390 یعنی 1390 میگه انجام فعل کثیر خیلی که کار انسان مشغول خواندن نماز هم هست کار کار دیگه شما انجام میده و کاری که صورت نماز رو به هم بزنه یعنی <applause> فعل کثیر انجام بده به کسی که می او دو که نماز می میبینه فکر نمیکنه دیگه در حال نماز در شما در این مثلا میگه کاری که صورت نماز را به هم بزند مثل به هوا پریدن شخصی به هوا و مانند آز. نماز را باطل میکنه فرق هم نمی که عمدی باشه یا از روی فراموشی باشه یا یکی می یکی یکی جوالدوزی به بنده خدا مثلا در بدنش زد و ای به هوا پرید خب پریدن به هوا دیگه صورت نماز از بین می در ادامهش که مسئله 1391 باشه و سوال از این بیننده ما پاسخ داده شده گفته اشاره کردن با دست دیدین بعضا ما در نماز هستیم اشاره میکنیم به طرف در که مثلا برو در باز کن یا خدمت تانرس کن زدن دست بر روی پای یا دست دیگه دیدین وقتی شیشت هستیم ما خواهیم که رو جلب کنیم سر زانه خود میزنیم یا مثلا دسته ما رو به هم میزنیم برای فهماندن چیزی میخوایم یک چیزی رو به کسی بفهمونیم به دیگری برداشتن چیزی از روی زمین در حال خواندن نماز هستیم قرآن بسیار میتونه به حالت خوبش نه حالت توهین آمیز روی زمین است همیشه انسان قرآن هم میگیره یا کتاب دعاست اینجا بغل کردن کودک مادر در حال خواندن نماز بچش یک ساله دو ساله کمتر بیشتر گریان میکنه سر و صدا و وایلا و داد و فریاد راه انداخته خب به خاطر اینکه که به اصطلاح آرام شوه یک میکنه و میشینه و اشتک بغل میکنه مم. کشتن حشره موزی او حشره موزی و حشره ای که اذیت کننده است مم. و ضرر میزنه مثل شما خطر نماز بخونید عقرب تیر میشه از پیش شما مم. بچه طرف هم ممکنه عقرب مم. به بچه آسیب برسونه یا کدام مار یک چیزی هست ای و به مقدار کم راه رفتن به طوری که مثلا مورد تاقچه است و شما فعلا مور نداری مم. یا بچه مورتان را برده گپ شد شما میری و این را بر میگردانی میاری ای با چهار شرط ای کارهایی که ما میگیم نمی بله. چند کاری که گفتیم با چهار شرط نماز باطل نمیکنه اول صورت نماز به هم نخورد دیگه مم. مثلا شما دو قدم برداری بولی مثلا مور بگیری نه که مثلا نزی سر خانه تا او سر خانه را بره خوی صورت نماز چی میزنه؟ به هم میزنه از قبله انسان منحرف نشوه یعنی در همون جهت قبله ای کار انجام شد پشت سر مم. 180 درجه برگرده یا 90 درجه انسان برگرده کار انجام بده خوی از قبله منحرف میشه این نماز باطل میکنه در حال حرکت قرائت از ذکرهای نماز نگه یعنی من که استاد استم مشغول تلاوت سوره حمد یا دیگر سوره اگر میخواییم که مهر بردارم یا بچه رو از زمین بردارم بغل کنم باید ساکت شوم کار خودم که انجام دادم بچه رو بغل کردم یا مور از تاقچه گرفتم ادامه قرائت باید چی بیتم انجام بدم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در حالت رفتن یا در حالت برگشتن اگر انجام شوه قرائتش نماز چی میکنه باطل میکنه باطل. و چرا موالات نماز به هم نخوره یعنی طوری باشه که موالات نماز پشت سر هم دیگر انجام دادن کارای نماز به هم نخوره با این چهار شرط پس انسان میتونه کودکم بغل کنه حیوان رو بکشه قرآن رم برداره و مهر رو از تاخچه بگیره بله بعض هم متصفانه دیده میشه که بالای امور امورات خوب ضروری بود بعض اخصا عمرات امورات غیر ضروری هم آدم در سر نماز باید دیده میشه که نظر خود اعلام میکنن دیگه بله متاسفانه خوب نیستش که برخمشه خب استاد ما به پایان برنامه رسیدیم و از شما میخوایم که در حق ما و بینندگان ما بفرمایید اللهم صل على محمد الله <applause> <صلح> و <applause> محمد و عجل فرجم خدایا ما را با معارف قرآن معارفی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با ما رسیده معارفی که طریق اهل بیت به ما رسیده آشنا بگردان زمینه عمل و این معارف آموخته به همه ما و, و کرامت بفرما الهی آمین اللهم صلی محمد, و آل محمد, و و همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید انشاءالله که باز هم توفیق باشد تا در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم خدایا رو نگه <تصفح>